سلام دوستا، امید که جور و سعادتمند باشین. بازم به درس 11 کورس خیاطی خوش آمدین. امروز ما طریقی دخت پیران پنجه بیره به شما به شکل تصویری نشان میدم. ما میخواستم میره به شکل ویدیویی پر کنم، اما از یک طرف ما وقت ندارم و از طرف دیگه بعض از دوستا هستن که اونا ویدیویی دیده نمیتونن. از او خاطر ما تصویرایش به این شکل آماده ساختم، به خاطر که مهمی است که شما هم طریقه دوخته بفهمین، چون در خیاطی بسیار مهم که است که طریقه قیچی کردن و اندازه گرفتن یاست. و شما یک دفعه ببینین طریقه دوخت شه، بعد از میتونین به این شکل پیران بدوزین. خب دوستان، ابتدا ما یک تکر میگیریم، ایره به این شکل دو قط میکنیم. و شما وقت که تکر دو قط میکنین، باید قبل از او اندازه رو بگیرین و شما یا اندازه زیر دامنه نشونی میکنین که زیر دامنتان باید چند باشه، تکر به ما اندازه قط میکنین، و یا ای که اندازه سرین شما نشانی میکنین و بعدا امیخال تکر به این شکل قط میکنین، به این شکل که شما میبینین. به خاطر که شما تکر مکمل دو قط کنین و ایره نشانی کنین، بسیار زیاد هست تکر ضایع میشه و این قسمت های تکه به شما که باقی میمونه میتونین شما ازی به خاطر آستین یا استفاده کنین. خب و همچنان ما میتونیم تکه را 4 قد کنیم یا تکه را 2 قد کنیم. میتونیم یک تکه بیشوری میباشه و یک تکه دیگه هم میمونیم که پشت سر می باشه، و یا به این شکل اگر شما قیچی کنین برتان ساده تر است و پسان باز شما خودتان رایش پیدا می کنین. خب بعد از اینکه ما تکر دو قط کردیم، بعدا ما خود شانه را نشانی می کنیم و خود به حساب از شانه تا دور بغل پایین می کنیم، بعدا خود کمر اندازه شد و این اندازه گیری رو من به شما تکراری نمیگم، به خاطر که شما تمام اندازه گیری رو من بار بار به شما تکرار کردم و چندین بار ما رو نوشته کردیم و همچنان ویدیویی هم برتان دانه دانه گفتیم و در تصویر هم من تمام شد به شما معرفی کردیم. بعد از اینکه شما خطکشی کردین اندازه خودتان، بعدا شما به این شکل ایره نشانی میکنین و بعد از نشانی کردن شما ایره قیچی میکنین. ببینین ما این قسمت بغل هم میخواد به حساب قول که میگیم ایره ما هم نشانی کردیم و از این قسمت خط میکشیم و ایره نشانی میکنیم. بعد از اینکه ما ایره نشانی کردیم، ببینین ای به این شکل خط کشیش درست میشه و اینی خط باید به شما ما بگویم که این خط که از خط که اندازه دقیق ماست و این خط که از اضافگی است که حق درس می باشه و ما شما کل کار ما که از این خط می باشه. بخاطر وقتی که ما خود همی این قسمت نشانی می کنیم، باید تا این خط اول ما نشانی کنیم و این اضافگی می باشه که یعنی تنگ نبیه خود همی دور آستین یا از اون خاطر ایره می گیریم. بعدا که خط کشی خود ما پوره کردیم، بعدا ایره ما قیچی می کنیم. ببینید ما تصویرش به شما نشان میدم. وقتی که ما ایره قیچی کنیم، ای به این شکل قیچی میشه. ببینید به این شکل قیچی میشه و همی که قیچی شد، ابتدا از این قسمت خود شانه رو شما مگفته بودم که نیم انچ میگیرین، از یخن تا شانه این قسمت پایین میکنین و این هم تمام شما نشانی میکنین. خب منظم وقتی که مطمئن شدین که تمام خود تکر شما نشانی کردین و یه چیز از پشتان نمونده، بعد این قیچی میکنین و همی که این قیچی کنین، ببینین این شکل به خط میگیره. بعد همی تکر که بیشوری قیچی کردین، این بالای یک تکه دیگه میمانین به این شکل. اینجا سعی کنم براتون نشان میدم. پایین تکره ای تکه دوم است که ما ماندیم و ای تکه را که اول قیچی کردیم، ایره بالای ازی قرار میدیم، بعدا ایره هم به میشکل قیچی میکنیم. فقط فرقش ایست که ازی قسمت به اندازه نیم انچ یا یک انچ ما اضافه تر میگیریم و ازی قسمت ایره دمی خط اول که است به شکل گل ما رسم میکنیم که پیشوری کمه چقدرتا ای پیشوری است و ای کست پشت سر می باشه، پیشوری کم چقدرتر می باشه و بعدا ما ایره هم قیچی می کنیم. ببینید وقتی که ما قیچی کنیم، یکی پیشوری می باشه، یک چقدرتر پیشوری است و یک هست پشت سر است. بعد از اینکه ما ایره قیچی کردیم، پس برش خود لباس خلاص میشه. حالا آمد طریقه برش آستین. ما دوام شنشته کنیم، شما می تانید که نوشته شم بخوانین. ما به شما رسم تشریح میکنم. شما خود پیران قسمت پیشوریه که ما ایره کم چقدرتر خود قسمت بغل یا دور قول زدیم،
ایره شما میمانین فیتر از این قسمت میمانین و بعدا به خاطر قیچی کردن هستین. فیتر از این قسمت میمانین و به این شکل دورانی ایره اندازه میکنین. تا کجا اندازه میکنین؟ تا اینمی خط اول. یعنی به ایمان است که شما تا این خط بگیرین هستین بسیار کلان میه. از او خاطر این حق درز است. شما تا این خط اندازه میکنین و اندازه شا پیش خود نوشته میکنین. به خاطر از یک باز وقتی که ما یک خط میکشیم خود آستینه او اندازه ضرورت میشه. ببینین ما برتا نشان میتونم از این قسمت ما فیتر ماندیم و به این شکل تا اینمی خط اوله ایره اندازه کردیم. ببینین اینجا تقریبا 8.5 اینچ آمده و اینجا 8.5 اینچ یا نشانی شده. بعدا ما یک تکر میگیریم و دو قط میکنیم ابتدا. وقتی که ایره دو قط کردیم به خاطر آستین بعدا امی تکر ما چهار قط میکنیم و ما به شما اندازه گیری آستین هم یاد دادیم که خود ابتدا ما از این قسمت 3 اینچ پایین میکنیم و از این قسمت یک خط میکشیم. بعد از او مثلا آستین ما اونجا 8.5 بود، ما 8.5 به این شکل خط میکشیم و 2 اینچ اضافه میگیریم به خاطر حق درس. و بعدا خود قد آستینه میگیریم و دهن است اول دهن آستینه میگیریم بعدا قد آستینه میگیریم و می 2 اینچ اضافه از این قسمت جدا میکنیم و 2 اینچ هم از پایین به خاطر که باز ما آستینه قد میکنیم و بعدا ما ایره قیچی میکنیم. و چه شکل قیچی میکنیم؟ به این شکل ایره به این شکل و این شکل و بعدا اینمی خط اول ما قیچی میکنیم به این شکل. ببینید الان ما به شما نشان میدم. ببینید ایره از این قسمت تنمی خط اوله به خاطر که خط چیزی خط پشت سر است و اینی خطه که دیگر که ما پسانتر قیچی میکنیم به این شکل این خط پیش روی است که کم چقارتر به خاطر که ما خود پیران و هم وقتی که به حساب نشانی کردیم قسمت پیش روی هم ما چقارتر کم قیچی کردیم. ببینید بعدا ما ایره به این شکل قیچی میکنیم و همی که ما ایره قیچی کردیم ما تصویر دیگر به شما نشان میدم. ببینید این شکل به خود میگیره. این قسمت ببینید به این شکل ما قیچی کردیم. بعدا ما این قسمت ایچون دو آستین است و ما ایر چهار قط کردیم ما دو قط از ایر باز میکنیم و این قسمت پیشوری است که باز ما ایر به این شکل قیچی میکنیم. و حال ما به شما ایر نشان میدم وقتی که قیچی از این مکمل شد آستین به این شکل میشه و ما آستین باز میکنیم. ببینید حال آستین ما باز کردیم و این قسمت پشت سرش میشه و این قسمت را که ما نشانی کردیم این قسمت پیش روست که ما ایره به این شکل به این شکل که ما ایره نشانی کردیم ایره قیچی میکنیم و قسمت پیش روی کمه چه قشتر میباشه. ببینید ما به این شکل قیچی میکنیم. خب وقتی که ما ایره قیچی کردیم ببینید آستین این شکل به خود میگیره. یعنی قسمت پیش روی کم چقارتر می باشه و قسمت پشت سر نرمال می مانه چیز که هست. بعد میریم به تصویر بعدی. وقتی که ما این قیچی کردیم ببینین این قسمت پشت سر شد و این قسمت که ما چقاری رو قیچی کردیم این قسمت پیش روی هست. خب حالا آستین ما قیچی کردیم. حالا یخن ما به شما میگم. شما میتونین که خود یخن هم قیچی بزنین دشتکه چی کنین اما ای آسان تر است بخاطر که شما یک بکرم هم میگیرین. بکرم های چسب در بازار پیدا میشه که فقط شما ایره قیچی میکنین یخن هم. بعد از او امی یخن هم دتکه میچسبانین اوتو میکنین و او خود محکم میگیره. و اگر یعنی بکرم شما چسبناک نباشه و او چی نشه شما ببینین به این شکل اندازه گیری یخن تانه بگیرین به هر دیزاین که خواسته باشین. یخن شما رسامی میکنین. ما به شما گفته بودم که از این قسمت ما 7 اینچ پایین میکنیم و از این قسمت ما 3 اینچ میگیریم. و یخن ها فرق داره نظر به سایز که باز ما سایزش به شما میگم به خاطر که یک دوست ما خواسته بودن که سایز یخن ها را ما چند یخن دیگر به شما یاد میتم و شما این کلیپ که ببینین دخت یخن شما کاملا یاد میگیرین و هر قسم یخن که بدوزین بینمیش یعنی به می روش شما میتونین یخن ها را بدوزین. بعد از اینکه ما ایره نشانی کردیم بعد ما ایره به این شکل و به این شکل قیچی میکنیم و این یخن ما آماده میشه و این طرفی طرف که از تکای خود بکرم های اضافگی سیر پس میکنیم بعدا یخن به این شکل قیچی میشه. خب وقتی که یخن قیچی شد بعدا ما یک تکی چارکنجه
حالا متخیل که بعد به حال خدا می پیران باقی میمونه و این شکل یک تکه یک چار کنجه میگیریم که از یخن گده کمل کلان تر بشه و همی بکرم ما به این شکل بالای از یم یخن را قیچی کردیم میمانیم و اگر ای به حساب خودش چسبناک باشه میتونیم ایره توسط اوتو ما به این شکل بچسبانیم و اوتو کنیم ای خودش میچسبه و ضرورت به دوخت نیست. اما اگر بکرم ما چسب نداشته باشه شما میتونین که به این شکل یک ماشین به حساب ماشین کنین. به این شکل فقط در قسمت مبینی هستی و این مهم نیست که تحت شو یا چیز و قدر مهم نیست بخاطر که باز بسان معلوم نمیشه و ببینین شما خب تکر ما ماندیم و بکرم ما در این قیچی کردیم و یک چیز باید متوجه باشین وقتی که شما خود همی خط کشی میکنین باید دکه طرف چپیش باشه بخاطر که به طرف راسته شما ایر با تباشیر نشانی کنین دکیتون چتل میشه و باید شما رو بشوین و بعد از رو بپوشین. اما اگر قسمت چپیش باشه باز کدام مشکل نمی باشه. خب وقتی که یخن ما دوختیم به این شکل تکای اضافگیش رو ببینین به این شکل ما از بین میبینیم یعنی قیچی میکنیم تکای اضافگیش رو و اینجا بسیار کم میمانیم به ما اندازه که ای به این طرف قاد شوه و بکرمش کمه که این طرف بانه. ببینین ما به شما نشان میدم وقتی که ما ایره قیچی کردیم بعدا از این قسمت فقط ایره قاد کده میریم به دقیقه از این نباشین که مثلا چرا چملک آمد یا ای که باید بیخی راست نبیه و ای چیزا در او قصه نباشین. فقط ایره شما ایره متاسطای استقاط کده میرین و به می شکل ایره برابر می سازن. تا به اندازه از این برابر شد. و ببینین به این شکل ما ایره دختیم. و این مکمل راست نامده که من باید راست باشه. و خاطر که پشت سر سی معلوم نمیشه. خب به این شکل ایره تا آخر ما می دوزیم. و وقتی که ایره دختیم بعدن میریم به مرحله بعدی. بعد ما این قسمت خود اینمی تکیره که دختیم این دو قط میکنیم و این قسمت ما بین از این گاه میزنیم و همچنان خود همی پیران پیش رویه به حساب همی پیران را که ما قیچی کردیم قسمت ما بین از این پیران هم پیدا میکنیم دو قط میکنیم و قسمت ما بینش را قیچی میکنیم و اینجا ما با خط کش یک خط به این شکل خط میکشیم امره تباشیر بخاطر که بازم از پشتان غلط نشه و وقتی که اما میتونه گیر گاه نزنین میتونه نمی قسمت مابینش پیدا کنین اردوش خط بکشین بعد ایره بانین و ایره به این شکل بدازین ایره فقط از این قسمت تا این قسمت میدادن بخاطر پسان بازی قیچی میشه کارش. وقتی که ایره ماندین بعد ببینین از این قسمت که بکرم است از این قسمت که بکرم کم معلوم میشه از این قسمت به مشکل نمیتو گل ایره دم سر بکرم میرین و باید از موبین یا نره به خاطر خراب میشه فقط از این بغلک ایره مکمل میدوزین تا آخره دورانی به این شکل دورانی ببینین دیگه ما دخته میشه. خب وقتی که این دخته شد بعدا در مرحله بعدی شما امیر قیچی میکنین ببینین امیر تکه اضافگی وقتی که دخته شد بعدا از این قسمت که کمه تکم میمانین بسیار کمک و ای رو به این شکل به می دیزاین که هست قیچی میکنین. وقتی که قیچی کنین ای اینی شیپه به خود میگیره ببینین به این شکل و بعدا یه قیچی رو میگیرین و این قسمت کار تمامش کم 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 گام میزنین هم به این فاصله تقریبا کمک مثلا این قسمت این قسمت این قسمت و به می شکل کم کم اینجا رو تمام شد گام میزنین. شاید شما براتون سوال پیدا شده که چرا ما ایره گام میزنیم ایره به این خاطر ما کمک کم قیچی میزنیم و متوجه باشین که خود بکرم شما قیچی نزنین به خاطر که باز یخن خراب میشه فقط اینی قسمت تا اینی قسمت که بکرم است همین خود تکره به خاطر از اینکه وقتی که ما خود همی یخن به این طرف دور بدیم یخن ما به حساب تقسیم چملک و کش گرفته نمی باشه و این وقت ما دور بدیم و کنیم می بسیار همه ثابت و خوبش می مانه. خب بعد از اینکه ما این قیچی زدیم بعدا ما اینمی یخن با پشت سر به داخل به حساب چیپ دور میتیم و به این شکل وقتی که دور خود میتونین ایره شما ابتدا خوب صحیح پاکستر رو اتو کنین و بعد به این شکل یک از این قسمت ما ایره میدوزیم ببینین ما به شما نشان میدم
ایر ماشین میمانیم، همی کتو کنیم، بعدا از طرف راسته ما ایر آسته استه میدوزیم و شما در تصویر ها ببینین که تکر چی وقت ما راسته میمانیم، چی وقت چپه میمانیم، بخاطر که بسیار مهم از در قسمت آستین و در قسمت یخن. وقتی که ما ایر بدوزیم ببینین این شکل بخواد میگیره، ای دخترشت و بعدا ما پشت سر از ایره. خودم پشت از ایره میتونین که شما یک را ماشین بگیرین، ماشین کنن اگه میتونین و اگه برتون مشکل است میتونین ایر تورپای کنن، چون زیادتر مردم خودم این قسمت های زیر دامن و بغل دامن یار وقت خود میکنن تورپای میکنن، اما بعضا میدوزن و شما کدومش که آسان باشه به مشکل میتونین. خب وقتی که ایره بدوزین ببینین یخن ما به این شکل آماده میشه و همچنان یخن پشت سر هم وقتی که شما قیچی زدین به این طریقه دیگ بکرم قیچی میزنین و به این طریقه ایره میدوزین، بعدا چپه قاط میکنین، از این قسمت میدوزین و گاو و تمام چیزا قسمی که ما یخن پیشروی دختیم به می شکل میتونین یخن پشت سر هم بدوزین. و ما به شما در درس های بعدی چند رقم یخن یاد میتونم خودم قیچی کردن شد، چون شما حال مکمل دخت از زیر یاد گرفتین و دیگه ضرورت ندارین که مثلا ما به یخن ها رو دانه دانه به شما بدوزم و هر دیزاینی که باشه، ستارهی باشه، چارکنج باشه، افت باشه، دیزاین دار باشه، هر رقم که باشه شما میتونین بینمی شکل در بکرم قیچی کنین، بعدا به این چیزی که هست به مو شکل بدوزین. ببینین این به مو شکل که این قسمتش به حساب افت است و این قسمتش گول است، این به مو شکل ما دوختیم و این قسم یخن به ما آماده شد. و بعد از اینکه یخن پشت سر هم شما دوختین، بعدا نوبت از این میشه که ما آستین بدوزیم. بخاطر دوختن آستین ابتدا ما کار که میکنیم قسمت امی راستی قسمت پشت سر پیشوریه روی یکی دیگه قرار میدیم، یعنی قسمی که این قسمت هم چپ است و پشت سر است و هم چپی دیگه می باشد و بعدا ما همی شانه را به اندازه که تقریبا نیم انچ باشه این را ما به این شکل میدازیم، این قسمت شانه را و این قسمت را. و وقتی که بدازیم ببینین شما که راسته کنین این شکل بخواد میگیره. ببینین این یخن پیشوری است، این یخن پشت است. شاید به شما سوال پیدا شد که یخن چرا قدر پشت سر لچ است، اینا این مربوط خودتان میشه. بعضا میخواین که مثلا یخن پشت سرشون چقدرتر باشه، بعضا میخواین که یخنشون پتر باشه و این مربوط خودتان میشه که شما یخن اندازهش چقدر بگیرین و شما میتونین که خود همی متره این قسمت بانین، اندازه یخنتان خودتان بگیرین. وقتی که شما دو قط کنین خود همی پیرانه میتونین یخنتان اندازهش از روی ازی بگیرین و به اندازه یخنتان یخن بدوزین که بعدا ما به شما یاد میدم تمام شد. خب وقتی که ایره دوختین ببینین ما شانه را راسته کردیم و معلوم میشه که به چه شکل دوخته شامن. بعدا ما آستینه میگیریم. آستینه ابتدا ما زیر آستینه قاط میکنیم. خود همی دهن آستینه. دهن آستینه به چه شکل که ابتدا ما دو اینچ به خاطر ازی گرفته بدیم. ابتدا ایره یک قاط میکنیم، بعدا قاط دوم میکنیم و این نظر به خاص خودتان است که میخواین کم دولی را قاط کنین، نازک قاط کنین و یا بشه چی شکل، او مربوط خود شما میشه. او رو به اندازه که میخواین قاط کنین، دو قاط کنین، همی که دو قاط کنین ایر ابتدا اتو کنین و اگر شما مشکلات دارین در قسمت از یک از پشتان کد چیز نشه شما میتونین که اول ایر کوب برتین و یا ای که وقت کتو کنین سر از این قسمت که میخواین بدوزین. مثال ببینین از این بغل باید دیره به این شکل راست بدوزین، شما میتونین با تباشیر خطکش بانین ایر خط راست بکشین و سرونمو خط مکمل شما بدوزین و کاملا این راست میه به این شکل دیر بدوزین. وقتی که خود همی دهن آستین بدوزین ببینین وقتی که ما راسته کنیم به این شکل میشه و ما به شما گفتم که این قسمت که چقار است این پیشوری آستین است و این قسمت که زیادتر است این پشت سر آستین است، این آستین ما این شکل به خود میگیره. ببینین ابتدا شما وقتی که میخواین این ماشین کنین به این شکل در قسمت ماشین خود همی دور آستینه یا همی دور قوله به این شکل بانین. وقتی که ایره ماندین ایره صاف منظم بانین، ای یخن است و ای قسمت دور قول است یا همو دور بغل، ایره به این شکل بانین. ابتدا ببینین که آستین تان برابر است، یعنی قسمت راستیش بانین ایره ببینین که مثلا نیمه قسمت که خود همی سرشان همی ای ما بین زیره در اینی قسمت که دختر شده میمانین و ایره ببینین که یک برابر است و همی که یک برابر بود بعدا ای آستینه به این طرف میکنین، فقط همی خود دهن آستینه میگیرین این طرف که روی چپش شد و ببینین ما روی چپش قسمت ما بینه سر اینی قسمت شانه میمانیم، یعنی ما چپه میمانیم،
فقط از این قسمت که هستین است میگیریم و ایره میاریم این طرف و هیچ چپ همیشه ایره شور نمیدیم. به خاطر که اینمی قسمت باید ای راستیش است و ای چپیش است. و اینمی قسمت ما دو بین قسمت یک جای میکنیم. ابتدا ما قسمت مابین میدوزیم. به خاطر از این که از پیش ما اشتباه نشه. بعدا ایره به این شکل تا آخر میدوزیم. قسمت که ما ایره مانده بودیم ایره تا آخر میدوزیم. و چپی از ایره روی راسته میمونیم. و به این شکل که در تصویر میبینین میمونین و ایره میدوزین. وقتی که ایره دوختین بعدا بازم ماشین میمونین و اینی ای طرفش میدوزین. به این قسم. ببینین. من به شما نشان میدم. وقتی که ما ایره بدوزیم. ای طرف دیگهشم. طرف راست و چپش به این شکل میدوزیم. و وقتی که ما ایره بدوزیم. اینی شکل وقت میگیرم. باید به شما نشان میدم. ببینیم به این شکل دختر شد. وقتی ما ایر ببینیم به این شکلی دختر میشه. خب یک اندازه آمده. اگر دیدین که مثلا آستین تان 2 اینچ که اضافه گرفتین کم اضافه بود میتونین امروی ایر آستین به این شکل قاط کنین و اگر از این قسمت ها اضافه گی برامن میتونین کم اگر از این قسمت بگیرین و اضافه گیش قیچی کنین و فقط نیمی خطبان کمی 2 اینچ هستن. یا یک و نیم اینچ یا یک اینچ یا قدر که باشه. بعدا ببینید از قسمت هاستین شما اینی قسمت باید یک برابر بیه و وقتی که شما قیچی میزنین یک گپه باید ما برتون بگویم که اینی قسمت ها رو گاه بزنین مثلا کمر، سرین بخاطر از اینکه شما بفهمین که اینمی قسمت را که شما گاه زدین ای به ای یک برابر میایه و به خاطر از یک وقت که شما نشانی میکنین یک طرف پیران نشانی میبشن میتونین متر بگیرین چون به شما معلوم است که یک طرف که نشانی کردین امی 2 اینچ ای 2 اینچ است یا 1.5 اینچ است یا هر قدر که ماندین شما میتونین متر تانه بگیرین به این شکل 1.5 یا 2 اینچ جدا کنین و بعدا اینه میره خط بکشین طرف دیگر رو به اندازه که طرف راست است. و شما میتونین که اینمی خط را کشیدین خط که تباشیر بکشین و راست به اینمی شکل برین و ایره بدوزین و اینال شما ایره تا کجا میدوزین من به شما حالا میگم ببینین آستین ها را یک برابر میمانین بخاطر که آستین باید یک برابر باشه یعنی بالا پایین میه بعد ایره به می شکل تا آخر میدوزین از زیر قول و هم ایره میاین تا کمر میدوزین و به شکل نمی قسم که شما رسام میکردین ایره تا قسمت سرین میدوزین ببینین تا قسمت سرین یعنی قسمت چاک دامن میباشه اینی قسمت سرین است که خط مخلص شده و اینمی چاک دامن است. و تا این قسمت ایر کمه که پخته می سازن یعنی یک 2 دفعه ماشین میکنین امی قسمت به خاطر که چاک دامن کنده نشه و وقتی گیر شما دوختین بعدا زیر دامنه. زیر دامنه به می شکل شما هر 2 طرف یعنی پیرانه می دوزین بعدا زیر دامنه قاط میکنین. زیر دامنه هم شما ابتدا یک قاط میکنین بعدا قاط دوم میکنین و ایر خوب سی و تو میکنین و اگه مشکل داشتین میتونین با تباشیر خط بکشین و ایر برابر اونم خط کشیدین سرم خط او را ایره بدوزین و از این قسمت باید دخته شود و بسیار زیاد ای طرف ندوزین بخاطر که بس خراب میه فقط از این قسمت باید درست دخته شود بعد از اینکه زیر دامن شما دوخته بعد نوبت چاکای دامن میرسه ببینید بعدا ما چاکای دامن به این شکل ایره قاط میکنیم ایره هم دو قاط میکنیم مثل زیر دامن و دهن آستینی آوره ایره قاط میکنیم بعدا به این شکل تا آخر ایره میدوزیم ببینید ایره از این قسمت پایین تا آخر میتونین ایره شما ترپای کنین و یا ای که بدوزین ار رقم که دل خودتان بخوای زیر دامن و بغل خود چاکای دامن ببینین وقتی که در این قسمت چاک دامن میرسیم که باید قسمت دیگر رو بدوزیم از این قسمت ما خود همی تکی خود این طرف و این طرف همی چاک دامن کمک کرد که دست خود هوار میسازیم و بعدا به این شکل ما میریم و بازم به این شکل تا آخر میریم ببینین وقتی که از اینجا آمدیم بعدا به این شکل ایره بازم دو قاط میکنیم و تا آخر میدوزیم وقتی که ما ایره بدوزیم ببینید به این شکل چاکای دامنم دوخته میشه زیر دامنم دوخته میشه و پیراهن شما به این شکل آماده میشه و وقتی که آماده شد شما تمام درزای از رو تو میکنین از طرف چپه و همچنان از طرف راسته و پیراهنتان میپوشین خدا کنه که این درس خوشتان آمده باشه و چیزی یاد گرفته باشین بازم اگه مشکل داشتین درباره این درس میتونین از من سوال کنین خب من
میتونم تنها به شما امی درس ها را آماده بسازم و درس بدم و همه از این اضافه نمیتونم مثلا پیرانا رو به شما قیچی کنم، به خاطر که این چیزایی است که کلش بنابراین شما باید یاد بگیرین. مثلا ما حال پیران ساده رو به شما یاد دادم، بعد از این چند یخن و همچنان انواع آستین های مختلفه، به خاطر شما فهمیدین که آستین چه قسم قیچی میشه. الان ما قیچی مثلا آستین وری با آستین کوتاه تمام شد به شما درس میتم و همچنان چند نوع یخن درس میتم که به چه شکل میتونین یخن های مختلف به خود قیچی کنین و آهسته آهسته شما وقتی که خود همی فیف بود پسان یاد بگیرین و ای چیزا رو شما میتونین که پیران بدوزین. فعلا شما مثلا در درس اول نمیتونین پیران آرسی بدوزین ای چیزا. آل شما اندازه گیری ها رو فهمیدین. مثلا اگر یک نفر بگو یک پیران کوتاه مجلسی شما بدوزین، شما وقت کمی دیزاین خود پیران ببینین، مثلا یک پیران اگر خودتان دارین ساده باشه، میتونین که پیران ساده رو پیش رویتان بانین. یا مثلا از قسمت اینی قسمت تا اینی قسمت خود همی کمر شه، از این قسمت تا این قسمت سرین شه و از این قسمت تا این قسمت شانه شه، تمامش شما نشانی میکنین، اندازش میگیرین و به ما اندازه کم حق درز گرفته میتونین که رو قیچی کنین. به خاطر کال شما اندازه رو یاد دارین و اگر پیران مثلا پایینش کم گل باشه میتونین که رو کمک گل قیچی کنین و اندازه گرفت همی عکس که شما ببینین میتونین که از روش قیچی کنین. مهمترین چیز که در لباس است که یک آستین است، یخن است و خود این همی اندازه که هست. وقتی که شما این یاد بگیرین، پسانا فیف یاد بگیرین، مثلا جیب شاندن یاد بگیرین، زنجیر شاندن یاد بگیرین، این چیز رو که یاد گرفتین دامن ها رو مبرتان یاد میتون. شما وقتی که مثلا دامن وری و یاد بگیرین میتونین یک پیران مخصی وری برتان قیچی کنین. یا مثلا وقتی که دامن راست یاد بگیرین، بالا تنه رو یاد بگیرین، این تمام چیزا رو یاد میگیرین. اینا دفعتنی اگه ما به شما قیچی پیران بانم بسیار چیزایی داره که شما شاید نفهمین که چه قسم میشه. از خاطر ما شما مرحله به مرحله پیش میریم و ما گوش میکنم به شما درس ها رو آماده بسازم. من این درس یکم طولانی ساختم، اصلا باید 3 درس میبود که خودم یخن علایده برتون میگفتم، آستین علایده میگفتم و خود پیران علایده. اما ما برتون چون هفته پیش ما به شما درس مکمل ندادم، از خاطر یک ویدیو ساختم کلشه و تمام شد به شما معرفی کردم و هفته بعدی بخیر ما خودم یخنا و آستینی ها رو یاد میگیریم یک چند نوه و بعدا باز پتلون و دامن ها و انواع دامن ها و یاره کاسته است، باز کالای لباس و خواه است و همی درشی خواه و چیزا رو تمام چیزا رو ما برتون دانه دانه یاد میدم و خدا کنه که درس ها به درد شما بخوره و بتونین از این استفاده کنین. خوب بر شما من روز خوش میخوایم، خدا حافظ و خدا نگهدارتان باشه.